سلام به همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. 15 صحنه ای که اگه ازشون فیلم گرفته نمیشد باورشون نمی کردی. جلوه های ویژه اونقدر غیر قابل باورن که حتی یه نفر هم باورش نمیشه واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده باشه، اما ویدیوهایی که امروز براتون آماده کردیم واقعیان و ازشون فیلم گرفته شده. 15 صحنه ای که اگه ازشون فیلم گرفته نمیشد باور نمی کرد. با ادامه این ویدیو با هویج همراه باشین، اما قبلش یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، دکمه اشتراک رو بزنید و زنگوله رو فشار بدید. شماره 15. هواپیمایی که در ارتفاع پایین پرواز میکرد. در ژانویه 2019 ساکنین نشویل تنسی از دیدن یه هواپیمای نظامی که بسیار نزدیک به زمین پرواز میکرد شوکه شده بودن. به نظر میرسید وسط ساختمونای بلند در حال کم کردن ارتفاع و از پنجره شرکت ها دیده میشد. نیم ساعتی چرخید و تو این مدت شاهدای وحشت زده صدها تماس با مقامات محلی گرفتن. بعدن معلوم شد که بخشی از تمرین آموزشی برای آمادگی پرواز در ارتفاع کم برای مراسم تحلیف فرماندار جدید بوده، اما ظاهراً بدون اخطار قبلی و با این پرواز جسورانه مردم اصلاً خوشحال نشده بودن. هنوز هم باور نکردنیه که خلبان کنترل دقیق هواپیما رو در دست داشته و نشون میده که این جت‌ها چقدر قدرت مانور دارن. متاسفانه در پایان مراسم واقعی این پرواز به خاطر شرایط بد جوی لغو شد و اون همه تمرین و استرس برای این پرواز بیهوده بود. شماره 14. گودال توی جاده. سطح زمین از بالا محکم و ثابت به نظر میاد، اما زیر زمین میتونه اینطور نباشه. در بعضی مناطق آب به آرومی لایه‌های سنگی اصلی رو دچار فرسایش میکنه و این لایه‌ها اونقدر از بین میرن که دیگه نمیتونن از سطح بالایی پشتیبانی کنن، که این موضوع باعث میشه زمین فرو بریزه و گودال به وجود بیاد. خوشبختانه این اتفاقا معمولا تو مناطق دور افتاده اتفاق میفته، اما گاهی هم ممکنه بدون هیچ هشدار قبلی وسط مناطق شهری به وجود بیاد. این فیلم از روسیه نشون میده این اتفاق میتونه چقدر غیرعادی باشه. معمولا کسی موقع رانندگی تو جاده آسفالت به این فکر نمیکنه که ممکنه یک گودال خطرناک رو به روش ظاهر بشه، و تو این ویدیو زیر یه میکسر زمین دهن وا کرد و اونو بلعید. مقامات میگن که گودال کوچیکی بوده که اگه بزرگتر بود میتونست خیلی فاجعه بارتر باشه. شماره 13. زدن صاعقه به درخت. حتما شنیدین که میگن رعد و برق هرگز دوبار به یه جا نمیزنه، اما در بیشتر موارد تنها کاری که میشه کرد اینه که از خسارتای به جا موندهش با خبر بشین. این ویدیو از کلبه‌ای تو دریاچه برایسون در کبک کانادا ضبط شده که به مردم توصیه شده تو خونه بمونن، چون طوفان در حال نزدیک شدنه. اونا یه دوربین رو تنظیم کردن تا فیلم بگیره، اما هیچکس پیشبینی نمی‌کرد بعدش قراره چه اتفاقی بیفته. ناگهان یه صاعقه مستقیماً به این درخت کاج تو حیاط زد. خورده های ریز چوب و آوار به هوا بلند شدن و درخت رو روی سقف یکی از خونه ها انداخت و خرابش کرد. خوشبختانه کسی آسیب ندید، اما اگه اونا تو قسمت های امن اتاقشون پنهون نشده بودن میتونست اتفاقای بدی بیفته. شماره 12. موج سواری با کوسه. موج سواری ورزش محبوبی تو کل دنیا است. هیچ حسی مثل این حس لذت بخش نیست که تو موج سواری باد لابلای موهاتون بپیچه. بعضی وقتا موجا میتونه خیلی بزرگتر از اونی باشه که موج سوار انتظارشو داره. تو مسابقات لیگ جهانی موج سواری تو سال 2015 تو آبهای خلیج جفری تو آفریقای جنوبی برای یه موج سوار به نام میک فنینگ اتفاق عجیبی افتاد. اون حس کرد یه چیزی داره تخته موج سواریشو میکشه. خیلی زود فهمید که یه کوسه بهش حمله کرده. به طور غریزی برای زنده موندن شروع به پا زدن کرد. میتونین باله و دم کوسه رو تو لحظه‌ای که میک داره باهاش میجنگه رو ببینین که داره تو آب تکون میخوره. تو اولین فرصت به طرف مسئولای مسابقه شنا کرد تا نجاتش بدن. عجیبه که دو سال بعد هم توی همون مسابقه دوباره همون اتفاق براش افتاد و با تجربه دوم تصمیم گرفت کنار بکشه. شماره 11. آرایش موقع زلزله. آموزش آرایش یکی از محبوب‌ترین روش‌های تولید محتوای آنلاینه. این ویدیو توسط علی جی در 8 جولای 2019 ضبط شد.
اون بیخبر از همه جا مشغول گرفتن فیلم بود که به طور زنده یهو قوی ترین زلزله سال اتفاق افتاد. اون مثل همیشه کارش شروع کرد و به محض اینکه روش رو بالا آورد، اتاق شدیداً شروع به تکون خوردن میکنه. کسی نمیتونست بفهمه این حادثه جزء برنامه‌شه یا اتفاقات جدیدی داره میفته. میتونین وحشت رو تو چهرش ببینید. خوشبختانه لرزش ظرف چند ثانیه تموم میشه و اون چیزیش نشد. شماره 10. جت جنگنده. رایان ملویل خلبان نیروی هوایی استرالیا عادت داشت با جت ها مرزها رو جابجا کنه. بیشتر وقتا نمایش آکروباتیک برای تماشاگرها انجام میداد. در سال 2017 موفق شد تا نمایش هیجان انگیزی مقابل جمعیت تو گولدکاست 600 انجام بده. گولدکاست 600 یک مسابقه سالانه اتومبیل رانیه که مسیر مسابقه دور یک خیابون تو کوینزلند استرالیا است. اما اون به جای اینکه مسیر رو با ماشین طی کنه، با جت هاپ 127 رفت. فیلم کابین خلبان نشون میده که چطور جت میچرخه و در امتداد ساحل حرکت میکنه و به ساختمون‌ها نزدیک میشه. باید پرواز هیجان انگیزی برای دو سرنشین این جت بوده باشه. دیدن این جنگنده که تو ارتفاع خیلی کم و نزدیک به مناطق پر از ساختمون پرواز میکرد واقعا دیوونه کننده است. قطعا تو دنیا خیلی کم پیش میاد که ببینین کسی قصد داره این کار رو انجام بده. شماره 9. پریدن از برج خلیفه. برج خلیفه دبی بلندترین ساختمان دنیاست و ارتفاعش 828 متره. اما صاحباش از داشتن این رکورد راضی نیستن و مرتباً برای اطمینان از اینکه افراد باز هم به دیدن این مکان بیان، رویدادهای تماشایی رو توش برگزار می‌کنن. تو سال 2014 با همکاری انجمن چتربازای محلی به رکورد جدیدی دست پیدا کردن. اونا ترتیبی دادن که دو چترباز از بالای برج به پایین بپرن. میبینیم که اونا با لباسای بالدارشون به طرف زمین پرواز میکنن و پشت سرشون یه شهر کویری قرار داره. اونا این ساختمون رو با دود قرمز پشتشون دور زدن و رکورد پرش از بلندترین ساختمون دنیا رو ثبت کردن. یکی از چتربازا میگفت مردم فکر میکردن ما دیوونه شدیم. شماره 8. شیرینکاری هلیکوپتر. بو 105 هلیکوپتر ضد تانکیه که برای اولین بار تو سال 1970 به کار گرفته شد. این هلیکوپتر چابکی لازم برای مقابله با توپخونه دشمن رو داره و طراحیش برای حرکات آکروباتیک عالیه. این اولین طراحی هلیکوپتر دو موتوره سبک و یکی از اولین سیستم‌های پرواز بدون لولا بود. این ویژگی‌ها به همراه سیستم کنترل هوشیار این امکان رو به خلبان میده تا با دقت بالایی حرکت کنه و وقتی با تجربه و نترس هم باشه پرواز لذت بخش میشه. چارلی زیمرمن با شیرینکاری‌های دیوانه‌وارش با یکی از این هلیکوپترها معروف شد و بعضی از حرکاتش واقعاً باور نکردنی‌اند. اون چرخش کامل تو جهت معکوس، پرواز تو ارتفاع بسیار کم و حرکت از میان درختان و موانع دیگر رو با چابکی اجرا می‌کنه. این کار مهارت و دقت زیادی لازم داره، اما افراد کمی وجود دارن که توانایی و اعتماد به نفس چنین کارایی رو داشته باشن. شماره 7. انفجار موشک آنتاریس. از سال 1950 آژانس‌های فضایی در سراسر دنیا موشکایی رو به فضا فرستادن، اما هیچی مثل این نمیشه که خودتون پرتاب یه موشک رو ببینید. گاهی اوقات هم همه چیز خوب پیش نمیره. در 28 اکتبر 2014 پنجمین پرتاب موشک آنتاریس فاجعه بار بود. این موشک بدون سرنشین برنامه ریزی شده بود که از سکوی پرتاب در جزیره والوپس ویرجینیا تجهیزات رو به ایستگاه فضایی بین المللی برسونه. این پرتاب بدون هیچ مشکلی پیش رفت، اما درست بعد از بلند شدن از زمین مشکلی تو سیستم پیشرانه مرحله اول به وجود اومد و موشک به زمین افتاد. شوک امواج انفجار از 32 کیلومتری احساس میشد و آتیش تا فردای اون روز روشن بود. خوشبختانه کسی آسیب ندید، اما سکوی پرتاب چند ده میلیون دلاری کاملا از بین رفت. شماره 6. موتور سواری در نیویورک. توی شهرهای شلوغ رفتن از یه جایی به جای دیگه خیلی طولانیه، اما اگه موتور داشته باشین دیگه مشکلی ندارین. توی این ویدیو موتور سوار کاری انجام میده که اصلا نباید انجامش بدید. اون مسابقهش رو از منهتن و خیابونهای منتهی به بروکلین شروع کرد و نذاشت ازدحام و شلوغی مانع سرعتش بشه. لایی میکشید و از لابلای آبرای پیاده، ماشینای دیگه و دسته پرنده ها رد میشد. هر جای خالی که پیدا میکرد از لابلاش میرفت و تو سفر 16 دقیقه‌ایش دائما در حال گاز دادن بود. واقعا معجزه بود که سالم موند و تصادف نکرد. شماره 5. برخورد توپ کریکت به خفاش. کریکت ورزش محبوبی تو دنیاست و تو رویدادهای بزرگ ده ها هزار نفر تماشاچی داره. البته مخاطبای زیادی هم توی تلویزیون داره.
خبرگزاری‌های مختلف سعی می‌کنن تا با تکنولوژی‌های بهتر بهترین زاویه دید رو برای مخاطباشون فراهم کنن. توی سال‌های اخیر استفاده از سیستم دوربین عنکبوتی باب شده که دوربین در زمین بازی حرکت می‌کنه و تو استرالیا به خفاش معروفه و معمولاً از جریان بازی فیلم می‌گیره و تو سال 2018 مورد توجه قرار گرفت. گبا یکی از بزرگترین زمینای بازی کریکت تو استرالیا است و میزبان 20 مسابقه مقابل هند بود. گلن مکسویل هاج و واج منتظر توپ بعدی بود و وقتی توپ پرتاب شد خواست به اون ضربه بزنه که کنترل جهت توپ رو از دست داد و توپ به آسمون پرتاب شد. دوربینای استادیوم سعی می‌کردن تا روی توپ و مسیرش تمرکز کنن، اما ناگهان تو آسمون ناپدید شد و با دوربین کوچکی که در هوا معلق بود برخورد کرد. مستقیم به زمین برخورد کرد. این برخورد برای تماشاچی‌ها مفسرها جذاب بود، ولی برای بازیکن‌ها وحشتناک بود، چون اونا به هر فرصتی برای گرفتن امتیاز نیاز داشتن. خوشبختانه این توپ مرده تشخیص داده شد و تصمیم این بود که ضربه دوباره زده بشه. شماره 4، فروپاشی سد. سدها تو کل دنیا به دلایل مختلفی ساخته میشن. پشت بعضی سدها مواد زائد ساختمانی جمع میشه. سد برومادینوی برزیل یکی از چندین سد این کشوره که کنار معدن سنگ آهن قرار گرفته و برای انبار فراورده های جانبی جداسازی سنگ ارزشمند آهن از مواد بی ارزش استفاده میشه. تو سال 2015 فاجعه عجیبی تو نزدیکی سد افتاد و تحت فشار ریزش خم شد. بعد از این اتفاق هیچ کدوم احتیاطی برای جلوگیری از وقوع دوباره اون انجام نشد. در 25 ژانویه 2019 سد برومادینو فرو ریخت و جریان گل و آوار فاجعه بار. فقط بعد از یه نصف روز انسجام ساختاری از بین رفته بود. هیچ راهی برای برگردوندن 11 میلیون و 200 هزار متر مکعب مواد وجود نداشت و تو خیابونای نزدیک به دفاتر معدن، خونه‌ها، مزرعه‌ها و ساختمان‌های دیگه جریان پیدا کرد. ساکنای بومی هیچ فرصتی برای فرار نداشتن و 270 نفر در این فاجعه جون خودشون از دست دادن. نه تنها در زندگی انسان‌ها، بلکه تأثیرات بد زیست محیطی زیادی هم داشت. تمام منطقه پوشیده از مواد شیمیایی شد و خاک و رودخونه هم آلوده شدند. شماره 3، جدا شدن کوه یخ. تو سال 2008 تو یک منطقه دورافتاده گرینلند دو دوربین بزرگترین لحظه جدا شدن کوه یخ رو تا اون زمان ضبط کردند که در لبه یکی از یخچالای طبیعی که تولید کننده 10% از کوههای یخی که در اطراف گرینلند تشکیل میشن اتفاق افتاد. تخمین زده شده که هر ساله از این یخچال بیشتر از 35 میلیارد تن یخ در دریا رها میشه. یخچال نسبتاً سریعیه و سرعتش به 45 متر در روز میرسه. اما اتفاقی که اون روز موقع فیلمبرداری افتاد برای چنین منطقه‌ای غیر عادی بود. وقتی قسمتی از لبه یخچال شروع به فرو ریختن کرد، اونا فقط تجهیزات نصب داشتن. همه چیز از کنترل خارج شده بود. همونطور که لرزش‌ها تو یخ می‌پیچیدن، یخ بیشتر و بیشتری از جا می‌کند و تیکه‌های بزرگ یخ شروع به شکستن می‌کردند و تو آب می‌افتادن. کل یخی که تو این روزا رها شده بود به اندازه بخش پایینی جزیره منهتن بود، اما ارتفاعش خیلی بلندتر از بلندترین آسمون خراش این شهر بود. شماره 2، شیری گاو وحشی رو نجات میده. شیرا چکارچیای قلدر ساوانای آفریقا. اونا همیشه اونقدر وحشی نیستن یا کارشون فقط شکار نیست و بعضی وقتا نسبت به حیوانای دیگه دلسوزی میکنن. گاهی این دلسوزی به معنی از دست دادن یک وعده غذایی شونه. این فیلم از یک گاو وحشی جوونه که از خانواده‌اش جدا شده گرفته شده. گروهی از کفتارا در حال حرکت به سمتشن تا بکشنش. گاو شروع به دویدن دور یه دایره میکنه، نمیدونه چی کار کنه. کفتارا نزدیکتر میشن، شروع به حمله میکنن، اما گاو وحشی هنوز درگیر جنگه. اونا به تعقیبشون ادامه میدن و میدونن که گاو وحشی به زودی خسته میشه و اونا میتونن به غذاشون برسن. یهو یه شیر ظاهر میشه و میاد که نجاتش بده. کفتارا منتظر نمیمونن و میبینن چه اتفاقی میفته، اما شیر به جای حمله به حیوان بیدفاع جلو میره، دور حیوان میچرخه و به رئیس کفتارا نشون میده که هیچ شانسی نداره و بهتره به عقب برگرده و به دنبال یه شکار دیگه باشه. صحنه بعد اصلا قابل باور نیست که شیر تو سایه استراحت میکنه و به نظر میرسه گاو وحشی کنار شیر پناه گرفته، در حالی که انتظار میره یک حیوان حمله کنه، ولی فقط نشسته و انگار گاو وحشی یکی از اعضای خانواده شده. شماره 1، مسابقه بند بازی. راه رفتن روی طناب اغلب به نظر میرسه یکی از سرگرمی های سیرکه، اما در چین مسابقاتی انجام این کارا برای نشون دادن استعداد و تواناییه. این رویداد تو ایالت هونان اتفاق افتاد. سیم 914 متری تو ارتفاع 30 متری دریاچه قرار داشت.
زیر پا آب بود و هیچ تور ایمنی یا طناب راهنمایی برای کمک به شرکت کننده ها وجود نداشت. اونا فقط متکی به پاهای محکم و چوب تعادلشون بودن. قسمتی از مسابقه مربوط به انتخاب سریع‌ترین کسیه که از طناب رد بشه. بعضیا به جای راه رفتن کل مسیر رو می‌دون. البته نباید در طول مسیر افتاد. یکی از شرکت کنندگان مسابقه موفق شد با یه پا اطراف سیم رو بگیره و تونست به مسابقه برگرده و چالش رو تموم کنه. اما همه خوش‌شانس نیستن. خیلی‌ها بدون هیچ شانسی از چنین اتفاقی توی آب می‌افتن که برخورد دردناکیه. شما می‌تونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.